سلام خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. خب ما در این ویدیو قصد داریم به بررسی اتفاقات یکی دو ماه اخیر بورس ایران بپردازیم، اینکه یک اصلاح در بازار داره صورت میگیره و به این بپردازیم که بازار قرار به کجا بره. شاخص که داره میاد پایین و اکثریت شرکت‌های موجود در بازار دارن افت میکنن، قرار تا کجا این افت ادامه پیدا کنه و در صورتی که افت تموم بشه هدف شاخص کل بورس تا کجا میتونه باشه بعید میان مدت، و به همه این مسائل ما میپردازیم. پس حتما تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. عیده خوی سیاهی غیر بازار بورس استرالیا در یک نگاه، من در مورد شرکت رینگ سنترال از به کلوب طلایی یوتیوب ما، این ویدیو مخصوص کانادایی ها، در بزاره مسکن با تو سوال کنیم، اهلی بنیادی بر روی شرکت بی اقتصاد آلمان. خب احتمالاً همونطور که میدونید و دارید در حال حاضر فعالیت میکنید، بورس ایران دچار اصلاح شده و یک اصلاح فرسایشی و حالا سنگین رو ما شاهد هستیم که شاخص تا محدوده 2 میلیون واحد هم رفت، اما شاهد چندین افت بودیم و روز به روز داره شاخص کل بورس پایین تر میره. اما محدوده‌ای که ما انتظار داریم از اون یک بازگشت رو شاهد باشیم و متعادل شدن شرکت ها و بعد از اون رشد شاخص دوباره تا اهداف بالاتر، محدوده 1,400,000 واحد میتونه باشه و اگر این محدوده جوابگو نباشه، محدوده قدرتمند 1,000,000 واحد هست که به احتمال خیلی خیلی زیاد دیگه از اونجا ممکنه بازار برگرده، هرچند که امکان داره اصلا به اونجا ها نرسه و خیلی زودتر شاهد برگشت بازار باشیم، چرا که تو همین عددم اصلاح خیلی خوبی صورت گرفته. خیلی ها سوال میکنن که اگر بازار متعادل شد و شروع به رشد کرد و گارد صعود گرفت، اهداف شاخص تا کجا هست؟ شاخص کل منظورم هست، اینکه تا کجا توان حرکت داره و ما کجا احساس خطر کنیم برای فروش سهممون. ببینید دو محدوده خیلی مهم وجود داره برای شاخص کل. موقعی که داره صعود میکنه محدوده 1,800,000 واحد یکی از اهدافش هست و اگر این محدوده رو رد کنه محدوده 2,100,000 واحد رو پیش رو داره که این دو محدوده بسیار بسیار مهم هستن در میان مدت و انتظار داریم اون محدوده ها شاخص کل بالا بره، البته نه به صورت یکی جا و شارپ، انتظار داریم تا آخر سال به این محدوده برسه و در صورتی که به اونجا برسه ما دوباره یک ویدیو برای شما آپلود میکنیم و شاخص رو دوباره تحلیل میکنیم. ما میخواییم نمودار گروه سیمانی رو بررسی کنیم، گروهی که بیشتر از شرکت‌های دیگه و گروه‌های دیگه خیلی اصلاح زیادتری داشتن و به نظر می‌رسه جذاب هستن برای سرمایه‌گذاری به میان مدت و تقریبا 2 برابر اکثریت گروه‌هایی که موجود هستند اصلاح داشتن و این خیلی خوب است. همچنین گروه محصولات شیمیایی گروهی هست که می‌تونه جذاب باشه به سرمایه‌گذاری، چرا که محصولات شیمیایی از این به بعد احتمالاً افزایش سرمایه های پی در پی خواهند داشت و یک سری قراردادها داره بسته میشه بین کشورهای منطقه و ایران در مورد شرکت های پالایشی و شیمیایی و از لحاظ بنیادی بسیار جذاب برای سرمایه گذاری هستند. اما بریم سراغ این که چه عواملی باعث شدن این اصلاح به وجود بیاد و اصلا چرا این اصلاح رخ داد. ببینید یکی از مهمترین عواملش خب رشد بازار بود، رشد بی‌سابقه که ما در اوایل سال شاهدش بودیم و شاخص چندین برابر شد شاخص کل، و بعد از یک همچین رشد یک اصلاح و یک دوره استراحت پیشبینی می شد، اما خب یک مقداری این اصلاح فرسایشی بود و یک مقدار بیشتر طول کشید، هرچند که خیلی قیمت ها رو دیگه پایین نکشید از یک جا بعد، اما خب اصلاح و استراحت خیلی مناسبی بود و می تونه این زمینه ساز تارگت های بالاتر برای شاخص کل باشه. اما یک علت دیگه هم عرضه های دولتی، عرضه صندوق های مثل دارا
اول و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری پالایش و یک سری سهم‌های دولتی در بازار هم بی تأثیر نبود که نقدینگی رو جذب خودشون کردن و یک مقداری بازار رو بیرمق کردن و یک سری تقاضاها رو از بین بردن. و یک علت دیگه هم میتونه پایان مهلت تسبیحات و کارگزاری ها در این دو ماه اخیر باشه. کارگزاری ها میخواستن در این یکی دو ماه کامل اعتبارها رو تسبیح کنن، چرا که دیگه اجازه اعتبار دادن فعلا ندارن. همین علت کافی بود تا ما عرضه های زیادی رو در بازار شاهد باشیم و خب به طب باعث منفی شدن بازار شد و مقداری بازار رو به هم ریخت. البته این اصلاح فرسایشی بود و بیشتر از این که بخواد بازار رو پایین بکشه بازار رو نارام کرد و عدم تعادل در بازار احساس میشد، یک روز منفی یک روز مثبت و در نهایت یک افت دیگه. و این اصلاح فرسایشی هرچند که خیلی سنگین و کوبنده نبود، اما خب استرات خیلی خوبی به بازار داده و ما امیدواریم که بعد از پایان اصلاح رشد خیلی خوبی رو داشته باشه شاخص کل و به اهداف خیلی خیلی بالاتر برسه. و با این اصلاحی که رخ داد من دیگه فکر نمی‌کنم تا آخر امسال اصلاح سنگین رو داشته باشیم. اگرم اصلاحی باشه بیشتر در گروه‌های خاص و اصلاح سطحی خواهند بود. خب ممنون از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. خدا نگهدار تا ویدیوهای بعد. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیو داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و, و خبر داشته باشید و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوب مارکت نیو بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل‌ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیز هم یوتیوب براتون هندل میکنه. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلیپ خصوصی یوتیوب مارکت نیو چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید، حتما قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی ارائه میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیو در انتظار شماست.